سلام دوستان امیدوارم که خوب باشید با یک ویدیوی دیگه از خبرها و رویدادهای مربوط به فرانسه در خدمت شما عزیزان هستم بیش از یک ست سال هستش که در پاریس در رودخانه سن نمیشه شنا کرد یعنی غیر قانونی هستش این تصمیم در سال 1923 گرفته شد و دلیل اون هم آلودگی رود سن بود برای وضعیت شنا کردن توی این رودخونه اما قرار هستش که در پاریس بعد از یک ست سال شنا کردن در این رودخانه آزاد بشه این مسئله به دلیل مسابقات المپیک 2024 هستش که یک بودجه دهم میلیارد دلاری دولت فرانسه اختصاص داده برای بازسازی و تمیز کردن رودخانه سن که بشه در واقع بازی های المپیک رو در این رود زیبا در پاریس برگزار کرد و بعد از اون هم قرار هستش که شنا کردن برای عموم در رود سن آزاد بشه در این زمینه خبری رو از وبسایت یورونیوز براتون انتخاب کردم که در ادامه این ویدیو ملاحظه خواهید کرد اما پیش از اون سپاسگزار میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید با بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از این ویدیو ها زودتر از دیگران مطلع بشید بریم با همین ویدیو رو ببینیم خب دوستان همونطور که میبینید خبر رو از وبسایت یورونیوز براتون انتخاب کردم در تیتر این خبر نوشته که شنا کردن در رودخانه سن در قلب پالیس یک رویا که میتونه در سال 2025 بالاخره تحقق پیدا بکنه در این خبر نوشته که یک سال مونده به المپیک پاریس در مرحله نهایی عملیات تاریخی پاکسازی است که به زودی شاهد بازگشت شناگران و قواسان به رودخونه سن میشه شنا در رودخونه معروف پاریس همونطور که گفتم به دلیل آب کثیف برای یک قرن ممنوع شده بود حالا به لطف پروژه بازسازی یک و میلیارد دلاری که در سراسر جهان به عنوان برنامه موفقیت آمیز شناخته شد قراره که یک میراث برجسته بازی ها بشه نه تنها سه رقابت المپیک و پارا و سگانه پارا المپیک المپیک و شنای استقامت المپیک قراره که در رودخونه سن در مرکز پاریس برگزار بشه بلکه تا سال 2025 سه منطقه شنا در فضای باز از کنار اسکله برای مردم در فرانسه قابل استفاده خواهد بود در همین زمینه شهرداری پاریس گفته که وقتی مردم ببینن که ورزشکاران بدون هیچ مشکل بهداشتی در سن شنا میکنن خودشون هم اعتماد به نفس کافی برای شنا در این رودخونه پیدا میکنن پاریس هم مانند بسیاری از شهرهای غربی دیگه به دلیل وجود فاضلاب صنعتی در بالادست رودخونه و نیازهای بهداشتی جمعیت روبروشتش کیفیت آب سن رو به میزان قابل توجهی کاهش داده به دنبال آلودگی رودخونه سن زندگی آبزیان این رودخونه به شدت لطمه دید و از دهه 1960 تا کنون فقط وجود سه گونه ماهی در این رودخونه ثبت شده شنا کردن از سال 1923 در رود سن ممنوع شده هرچند که مسابقات شنای سالانه کریسمس در این رودخونه پس از جنگ جهانی دوم از سر گرفته شده یکی از مشکلات اصلی زیر ساخت انتقال آب تک سیستمی متعلق به قرن 19 پاریس هستش که در اون آب مصرفی آشپزخونه و حمام با فاضلاب توالت ها مخلوط میشه در مواقع عادی این جریان از طریق مجموعه ای از تونل های زیر خیابون به مراکز تصویه در هومه منتقل میشه ولی هنگام بارش شدید سیستم اشباع میشه و مازاد اون رو بایستی در رودخونه سن تخلیه کنن یکی از رقابت هایی که در رودخانه برگزار نمیشه مسابقات ماهیگیری هستش مسابقاتی که در کنار رقابت های عجیب و غریب دیگه مثل شلیک توپ و پرواز با بالون با استفاده از هوای گم در المپیک 1900 پاریس برگزار شد بیل فرانسوا از فدراسیون ماهیگیری پاریس میگه که سال 1900 اونها ماهی هایی که از سن گرفته بودن رو اندازه گرفتن و هیچ کنومشون بزرگتر از اندازه یک کف دست نبودن امروز ما بین 30 تا 35 گونه ماهی در مناطق مرکزی شهر داریم و اندازه یک گربه ماهی که گرفته شد دومت بود این تغییری بزرگ است به گفته ی فدراسیون ماهیگیری پاریس به گفته آقای فرانسوا فقط ماهی ها نیستن که به رودخونه ی سن برگشتن و حالا بار دیگه نرمتنان حشرات آبزی، اسفنج و خرچنگ هم در این رودخونه دیده میشن او گفته که در کف رودخونه پوششی از نوع مناسب گیاهان آبزی ایجاد میشه هرچه آب شفافتر باشه این پوشش گیاهی بیشتر رشد میکنه و سپس این گیاهان آب رو تصفیه میکنن تا شفاف بشن و این چرخهی مفید هستش امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر که از دیدن این ویدیو لذت بردید سپاسگزار میشم که اون رو لایک بکنید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار